قطع کردن باسن خوشفرم جورجیا همسر کریس رونالدو که خیلی عاشق احساس شده. احتمال همکاری دوباره تویی با حسین و پیشرو و یکی دیگه به عنوان جایگزین تتلو و ساخت آهنگ حله دو. آخه این نولا زغودایی. حمله با قمه به مربی نفت آبادان برای زدنش. متاسفانه. حمله ساما ویلسون به تیم شایع توی پادکست جدید سوراب ام جی. درگیری و لاتبازی رپرها که قرار دعواشون توی یکی از میدونای تهرانه که باعث شده مخاطبا مسخرهشون کنن. ریش کله قندی، یعنی من مادرم این نمیشه. حالا یه ذره میای پایین. و کلی اتفاق جنجالی دیگه که در ادامه میبینید. آقا همونطور که میدونید بانو جورجیا همسر زیبای کریس رونالدو که سالهای زیادی در حال تمرین و ورزش تا بدنش رو فرم نگه داره و به تازگی یه اتفاقی افتاده که بنده خدا اگه بفهمه حسابی افسرده میشه. ماجرا از این قراره که روزنامه همشهری اومده عکسی از رونالدو به همراه خانواده‌اش که از جشن تولد بچه‌شون بود رو منتشر کرده و توی اقدامی سامرایی اومدن و باسن این بانوی زیبا که سالها روش زحمت کشیده بود رو ادیت کردن تا کوچیک و صافش کنن تا جوانای کشور تحریک نشن. البته توی ادیت کارشون خوب نبوده و باسن بنده خدا رو کج درآوردن که یه جوری انگار بنده خدا از نایه باسن مجروح و قطع عضو شده. در کلم که دیگه اینقدر عکس و فیلمای این خانم توی اینستا هست که دیگه فکر نکنم کسی باشه که یه نظر نگاه نکرده باشه. و هم از باسن این بانوی زیبا که بگذریم، میرسیم حمله سامان ویلسون به تیم شایع که میگه جعفری مدیر برنامه شایع فکر میکنه همه چیزو میدونه و نذاش شایع با هم کار کنه. پروژه داشتم با ارزو شایع و جعفری و فلان و اینا گذاشتم، من گفتن نه با این دیگه نمیشه کار کرد. الان اون سیاستمدار اصلی دنیا هم که بد شانسی اور تو ایران متولد شده، یعنی تو انگلیس متولد شده بود، الان تو نامبرتن نفر اول اتاق فکر بود شده بود نخست وزیر انگلیس های جعفری، ایشون به شایعه گفتن که الان صلاح نیست که کار کنی اینطوری و فلان اینا. اونم گفت باشه. همه فکر منافعش. و ما اگه خبر داشته باشین این چند روز یه درگیری شدید بین رپرها شده و دیگه همه چی شبیه بچه بازیه و با هم قرار دعوا میذارن توی یکی از میدانهای تهران و میرن اونجا عکس لاتی میگیرن و رخ وحید مرادی به خودشون میگیرن و اما بچهای توییتر هم توی یه ویدیو حسابی زدن به این رپرها. برو. شما اومدیم اینجا الان تره کاشانا بیدون کاشانا که میستی اومدیم نبودیم الان اینجا داشتی تو شما رنگ کنید چواب هم میداد عکس میگیرید سک سک میکنید میرید ما فیلم میگیرید واس ما اینجا این عطش کن بده آبارین لات دوستان ساعت چنده ساعت نداریم والا دادا شما با هم اومدیم بزنیم و بریم. آقا شما میای پیش خودت میگی که خواننده ای به اسم ویناک از هر 8 کلمه 37 کلمه توی ترکاش شمرونه، شمرون نیاوران، شمرون منطقه یک، شمرون پاسداران، حس میکنه خطی تاکسی ایشون. یعنی شما مثلا میاد این عکس رو وام کنی میگی خب ایشون یه دونه پژو آردی داره و از نوبونیات تا مثلا فرمانیه رو خطی وای میسته تاکسی میره، مثلا دروست میزنه از نوبونیات میبره مثلا نیاوران. بعد میای میبینین مطمئن میشی میگین خب بچه اسلام شهر با یه تاکسی آقای ویناک کار میکنه تو نوبونیات قاراشی. رپ شمرون همه گی چه تیر کرم هارد. اصلا اولین کلمه یا این ترک رپ شمرون بود. یعنی شما خب آقا شما که با این قیافه کجای شمرون بهت میخوره؟ میای پایین میبینی خب نه تو ویلا میره ادا خوبا رو میخواد در بیاره ولی این کده زده بیرون. این چی میگم؟ ریش کله قندی، یعنی من مادرم این نمیشه. حالا یه ذره میای پایینتر میبینیم ایل ویلو لبه استخر شمرون هیلز. این شمرون هیلز رو میبینیم بالا نمیشه. این خدای من جای شهردار شمیرانات بودم اینشون با این حیوان با این تیپ با اون کتونیا لبه این استخر این لوکیشن رو زده، من همونجا اگر شهردار بودم استعفا میدم بابا جان. یعنی چی؟ خب یه سری چیزا با هم نمیخونه. مثلا این عین جاکشایی که حج عمره برگشتن، شما سیسو نگاه کن، خدا وکیلی بچه های شمرونی حرکتی بزنن. میای پایین تر بوستان نیاوران سیسو شما ببین، این ایشون بوستان نیاوران ناکو چکیده اسلام شهر ورامین پاکدشت میشه این شخص. بعد زیر تابلو نیاوران، شما اگه خونت نیاوران باشه به نظر شما اینقدر حول نیاورانی که زیر تابلوش اینجوری
دخمه بزنی بعد میای پایین‌تر می‌بینی نه. و اما حسین تویی هم توی یه خبری جنجالی اعلام کردی که آهنگ حله دو رو استارت زده و گویا چند تا رپر قوی رو توی این آهنگ دور هم جمع کرده. بعد از پخش این خبرم خیلی‌ها میگفتن که تتلوک زندانه، پس تویی چطور میتونه حله دو رو بسازه؟ که خب احتمالش هست که آرتیست‌ها توی حله دو متفاوت باشن و باید دید که حسین و پیشرو حضور دارن یا نه. و اما برسیم به حمله‌ای که با قمه به سر مربی نفت آبادان شده که گویا قصد جونش رو کرده بودن. سلام دوستان عزیز، بعد از تمرین در حالی که داشتیم میرفتیم به منزل و برای استراحت، متاسفانه خانواده یکی از عزیزانی که قبلا توی این تیم بازی میکرد سنگ نفت آبادان به دلایل مختلفشون نبودن توی جمع بازیکن‌ها و امروز چند بار تهدید کردن تلفنی و متاسفانه الان بهمون حمله کردن با قمه و این صحنه‌ای که می‌بینین و باعث تأسفه. قربان شما. یا حالا در کل نظر شما در این مورد چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.